بسم الله الرحمن الرحيم. درس مش هاد خدش رومي كنيم با إدامية موضوعية جيونت كشتو ميتانيم جيونت الاستفادة كنيم وشتو ميتانيم تسكيس نوشتا كنيم در برنامه خود. امشب موضوعي را که میخوانیم او موضوع نوشتن تست کیس با API است. معمولا ما فعلا در بازار یا در کل اگر بگویم ما به خاطر ساختن اپلیکیشن آرکیتکچرهای مختلف داریم که از او جمله میشه مانولیتیک را نام ببریم، میشه مالتی تایر را نام ببریم و همچنان مایکرو سرویسز. فرق بین اینا چی هستند که ما در مانولیتیک چی کار میکنیم؟ تمامی اپلیکیشن را میاریم در یک پکیج قرار میدیم. یعنی اپلیکیشن معمولا از چند بخش ساخته میشه و تمامی اونا را ما چی کار میکنیم؟ در یک پکیج قرار میدیم. به طور مثال لیرهای معمول یک اپلیکیشن، به طور مثال پریزنتیشن لیر است، قسمت یو آی لیر، قسمت کنترولر لیر که زمانی که ریکوست میایه به خود اپلیکیشن چطور کنترل میکنه، مثلا بخش ریپوزیتوری است که دیل میکنه یا تمامی پروسس را با دیتابیز پیش میبره. لیر سرویس لیر داریم به خاطر کنترل کردن بزنس لاجیک پروگرام ما که زمانی که ما میخوایم یک میتود را رن کنیم یک میتود رن میشه، لاجیک یا منطقی که در پشت صحنه بر او نوشته شده چطور نوشته شده و موضوعات دیگه که البته داریم مربوط به لیرهای مختلف مربوط به ریپوزیتوری ما ساختن مثلا مدل ها و کلاس های مربوطی بود. تمام اینا زمان مثلا اینا که هستن از جمله معمول ترین لایه های ساخت یک اپلیکیشن هستن. یعنی زمان که شما یک اپلیکیشن می سازین این لایه ها را در اومد نظر می گیرین و این موارد است که باید شما بسازین. اما زمانی که ما میایم اینا را می سازیم چی کار میکنیم؟ به خاطر ساختن زمانی که ساخته شده اینا چی کار میکنیم؟ ما را دیگه به گونه بسته بندی میکنیم و یک اپلیکیشن معمولا از چند قسمت ساخته میشه. به طور مثال اگر بازم دوباره بیایم یک مثال دیگه براتون بتونم واضح تر شوه، مثلا یک آنلاین شاپینگ مد نظر بگیریم، مثل آمازون، مثل ای بی، مثل فلیپ کارت و غیره و غیره اپلیکیشن های دیگه که البته داریم. اینا چی هستن؟ اینا چندین بخش البته دارن. مثلا یک معمول ترین اپلیکیشن آنلاین شاپینگ یک بخش پروداکت سرچ داره، یک بخش داره به خاطر پروداکت رجستریشن داره، یکی به خاطر ویو کردن و نشان دادن دیتا داره، بخش دیگه به خاطر از این است که شما پروداکت انتخاب میکنین در کارت مندازین یا مو چی براش میگیم و شما کراچیگک میگیم در مو کراچیگک مندازین، بخش دیگه داریم به خاطر از این که پیمنت را انجام بدیم و بخش دیگه داریم به خاطر نوتیفیکیشن و غیره موارد دیگه. اینا تماشاشون چی هستن؟ این بخشایی هستن که معمول ترین اپلیکیشن آنلاین شاپینگ این موارد را می داشته باشن. زمانی که ما میاییم از آرکیتکچرهای که بیشتر بر شما نام گرفتم زمانی که میایین استفاده میکنیم به طور مثال از مونولیتیک استفاده میکنیم، چون مونولیتیک چی هستن؟ تمامی بخش مختلف اپلیکیشن را در مورد آرکیتکچر مونولیتیک یا زمانی که ما از مونولیتیک آرکیتکچر استفاده میکنیم تمامی همی 5-6 بخش میاریم در کجا؟ در بین یک پکیج قرار میدیم و اینا به شکل تایت لی کپل هستن با هم دیگر یا به شکل بسیار نزدیک یا وابسته به هم دیگر هستن. این یک روش هست و معمولا روش دیگه که البته داریم به نام مالتی تایر یاد میشه. در اونجا چی کار میکنیم؟ ما میایم امی چند تایر یا چند بخش اپلیکیشن که هست که بیشتر براتون گفتم، مثلا بخش مدل، بخش پرزنتیشن و بخش بزنس لاجیک مثلا ساده ترین نشان، اینا رو ما جدا جدا میسازیم. در حالی که موارد اپلیکیشن تمامی به اپلیکیشن در یک بسته هستن، اما تنها کار که البته کردیم فعلا تمامی اونا رو به 3 قسمت تقسیم کردیم. تمامی موارد مربوط به طور مثال بزنس لاجیک، اگر او مربوط به کارت میشه، اگر او مربوط به پیمنت میشه، اگر او مربوط به پروداکت سرچ میشه، پروداکت به حساب انزرشن میشه، تمامی اینا رو چیکار میکنیم؟ در یک بخش قرار میدیم. مثلا موارد مربوط به دیتابیس شان تمامش در یک بخش قرار میدیم و بخش مثلا کنترولر یا به خاطر ریکوست کنترل کردن اینا رو چیکار میکنیم؟ در بخش دیگه قرار میدیم. اما یک آرکیتکچر دیگه که البته داریم و عبارت از چی است؟ عبارت از مایکرو سرویس آرکیتکچر هستن. در مایکرو سرویس آرکیتکچر ما چی کار میکنیم؟ در اونجا ما میاییم هر بخش اپلیکیشن را کاملا جدا میسازیم، کاملا جدا میسازیم. مثلا ما پیشتر مثال آنلاین شاپینگ براتون گفتم، ما مثلا به خاطر پیمنت کاملا یک مایکرو سرویس جداگانه میسازیم، یک اپلیکیشن جداگانه میسازیم. بدی
وان بس به خاطر پیمنت یک بخش دیگه، به خاطر کارت یک بخش دیگه، به خاطر پروداکت سرچ یک بخش دیگه، به خاطر پروداکت انزرشن یک کاملا یک بخش دیگه، و بعدا چیکار میکنیم؟ اینا رو به گونه ارتباط میدیم. این چی هستن؟ این روش مایکرو سرویس هستن. و در هر مایکرو سرویس دوباره امو لایه هایی که بیشتر بحث کردیم را در خود می داشته باشند. مثلا لایه دیتابیس لیر را دارن در خود که به نام ریپوزیتوری معمولا یاد میکنیم. مثلا به خاطر موارد، اگر شما مثلا از تکنولوژی کار میگیرید مثل جی پی و هایبرنت اینا کار میگیرین، به خاطر مپ کردن دیتا ما با دیتابیس، مثلا کلاس هایی که به خاطر ساختن انتیتی و مدل داریم وارد دارن در خود، بخش مثلا بزنس لاجیک یا سرویس لیر را در خود دارن، بخش کنترلر به خاطر راوتینگ اینا وارد در خود دارن، تمام اینا را هر کدام جداگانه در خود دارن، اما چی هستن؟ یا از هم دیگه جدا ساخته میشن. و خوبی و خرابیشن البته در چی است؟ اگر بیایم تنها مقایسه کنیم مانند دکس را که یک پکیج بود و مایکرو سرویس را که چندین پکیج جداگانه ساخته میشه، خوبیش البته در چی است که مانند دکس را گفتیم تایتلی کپل هستن، با هم با هم دیگر چی هستن؟ کاملا وابسته هستن. و مایکرو سرویس چی هستن؟ لوزلی کپل هستن، با هم دیگر وابسته نیستن. این وابسته بودن و وابسته نبودن چی خوبی بر ما البته ارائه میکنه؟ اوی است که هرقدر پروگرام به همدیگه وابسته نباشه، به اونمو اندازه راحت تر میتونیم هر بخش پروگرام چی کار کنیم، تغییرات در روی اضافه کنیم اگر ضرورت میشه، یک بخش اپدیت کنیم، بعضی موارد جدید اضافه کنیم اگر چیز کم و زیاد است، او پروسس را در او انجام بدیم. و راحت شما زمانی که اپلیکیشن هم میرین و دپلای هم میکنین و آماده استفاده تمامی یوزر ها میسازین، چی کار میشه؟ بسیار راحتی کار انجام میدین. چرا؟ یک بخش جداگانه است، یا در مثلا در بخش پیمنت یک مشکل پیدا میشه، در این چی کار میکنین؟ شما تنها ضرورت دارین بین چی کار کنین؟ بخش پیمنت تغییر بدین یا تغییرات در بخش پیمنت اضافه کنین. بخش های دیگه چون کاملا جداگانه هستن ضرورت ندارین به اون چی کار کنن، برای هیچ ضرورت ندارین که اون دست بزنین. اما در قسمت مانالیتیکس چی هستن؟ چون که اینا به هم به شکل تایتلی کپلد هستن، هر بخش یک تغییر میتین کاملا شما مجبور هستین که تمامی کودتان رو بیلد کنین و دپلای کنین. و بعض مواقع امکان داره چی کار شود در اینجا؟ که زمان یک بخش شما تغییر میتین، یک بخش دیگه به خاطر از اینا که همی دپندنسی قوی که به هم دیگه دارن، اگر او دپندنسی و شرایط رو مد نظر نگیرین، شما بالاخره چی کار میشه؟ اپلیکیشن فیل میشه، در حالی که مثلا شما تنها پیمنت تغییر دادید، مثلا بخش کارت تغییر ندادید، اما به خاطر همین دیپندنسی اگر درست تنظیم نشده باشه، امکان داره که بخش پیمنت مشکلش حل شده اما بخش کارت فیل شد. پس به او خاطر امروزه معمولا اپلیکیشن ها کار گرفته میشن، اضافتن اپلیکیشن ها از آرکیتکچر مایکرو سرویس استفاده میکنن، و معمولا یک رای دو موردی که ما معمولا در کجا اولویت میتیم به مایکرو سرویس و در کجا اولویت میتیم به مانالیتیکس، زمان اگر شما اپلیکیشن کوچک یا خرد دارین، پس میاییم از چی کار میگیریم؟ ما میاییم از مانالیتیکس استفاده میکنیم، چون اپلیکیشن بسیار خرد است. شما مثلا تنها میخواین لیست شاگردان نشان بدین، تمام، این ضرورت نیست که ما بیاییم و از مایکرو سرویس استفاده کنیم، چون یک بخش کاملا خرد است، زیاد موارد مغلق نداره، بخش های مختلف نداره، پس ما میاد مانالیتیکس استفاده نکنیم. اما یک بخش مثل آنلاین شاپینگ اگر شما میسازین، در اونجا شما چی دارین؟ چون که بخش های مختلف دارین، به او اساس ما میایم از مایکرو سرویس استفاده میکنیم. اما در کل در دوی اینا ما بعض لایه هایی داریم که استفاده میکنیم، اما مثلا لایه کنترولر به خاطر راوتینگ گفتیم، لایه بزنس یا سرویس به خاطر بزنس لاجیک، مثلا شما زمان یک بتن کلیک میکنین سیو، همی سیف چطور دیتا را بگیره از فارم و او را ببره چی کار کنه؟ در دیتابیس سیف کنه. یک منطق به ضرورت از در پشت صحنه که باید این تمامی پروسس انجام بده. پس این همی لایه بنام چی هست؟ بنام سرویس لایر، لیر یا بزنس لاجیک لیر یادش میکنیم. همی ارتباط ما را، ارتباط فرانت اند و بک اند را بیم که دیتا را بالاخره از فرانت اند میگیریم، این را چطور بیا و در دیتابیس ثبت شود، چطور بتانیم تیبل های دیتابیس را ارتباط بدیم با اپلیکیشن خود، ای چی هست؟ ما ریپوزیتوری لیر یا دیتابیس لیر ضرورت داریم. خب این موارد بود در هر اپلیکیشن ضرورت است. پس ما زمانی که شما میان منیس تستر کار میکنین،
یکی از کارکردهای شما چی هستن که شما در بعض مواقع ضرورت می داشته باشین یا بر شما تسک داده میشه، یک وظیفه داده میشه که چی کار کنین؟ به می مایکروسافت البته ای پی آی هایی که البته داریم چی کار کنین؟ بیاینو تسکیس نوشته کنین. و اون تسکیت شما با چی نوشته میکنین؟ یکی از اونا، یکی از تکنولوژی کار میگیریم جی یونت است. چرا این مورد بکند است؟ در داخل کود نوشته میکنین. پس به خاطر ما میایم یکی از اونا کار میگیریم، از جی یونت میتونیم استفاده کنیم. یکی از تکنولوژی متوجه باشین که ما کار میگیریم جی یونت است. اما در کل خب بر شما امشب طریقه ساختن یک اپلیکیشن را، یا در کل اگر بگوییم یک اپلیکیشن رو میسازیم قوت چی باشه، با استفاده در او ما REST API تعریف میکنیم، تمامی لایه ها را که گفتیم یا لیر ها را که البته گفتیم تعریف میکنیم و چطور میتونیم بر اونا تست کیس نوشته کنیم اونا را میگیم. خب به خاطر از او معمولا امروزه که ما از جاوا استفاده میکنیم، جاوا بعض فریم ورک ها را داره در خود که ما میتونیم با استفاده از او چیکار کنیم، کار بگیریم و وب اپلیکیشن نوشته کنیم، یا با استفاده از زبان جاوا ما یک وب اپلیکیشن بسازیم. پس به خود یکی از او فریم ورک ها چی است؟ اسپرینگ است. و اسپرینگ در خود فلیورها یا مادیولای مختلف داره. یکی از مادیولای که امروزه از مادیولای فریم ورک زیاد کاربرد داره عبارت از چی است؟ اسپرینگ بوت است. مثلا ما داریم اسپرینگ ام وی سی داریم به می شکل، اما اسپرینگ بوت سهولت های زیادتر و خوبی های زیادتر داره. زیاد برای به اون که موضوع نمیریم چرا که کار شما با او نیست و مخشوش میسازه شما را، اما در کل به خاطر از اینکه ما بتانیم یک اپلیکیشن بسازیم با استفاده از اسپرینگ بوت، ما روش های مختلف داریم. مثلا میتونیم از خود انتلیجی استفاده کنیم، با استفاده از انتلیجی بسازیم یک اپلیکیشن، و یا ما مثلا میتونیم بیاییم از چی کار بگیریم؟ از اسپرینگ انیشیالایزر کار بگیریم، یا مثلا ما میتونیم از خود اسپرینگ سوت استفاده کنیم. اما ما میایم از روش از چی کار بگیریم؟ اسپرینگ انیشیالایزر. به خاطر ای که بتانین به اسپرینگ انیشیالایزر دسترسی پیدا کنین چی کار میکنین؟ نوشته میکنین start.spring.io در براوزر تا نوشته میکنین، سفر تا براتون باز میکنه. زمانی که صفحه باز شد اولین کار که در اینجا هست میگه انتخاب کنین که پروژکتتان یا خودمو بیلد سیستم پروژکتتان چی باشه. مثلا ما داریم گریدل گرووی داریم، گریدل کارتلین داریم و ماون داریم. ما شما چون که ماون نخوندیم ماون انتخاب میکنیم برای منیست بیلد سیستم خود. و در قسمت لنگویج چی داریم؟ در اینجا انتخاب میکنیم که با کدام لنگویج میخواین اپلیکیشن بسازیم. پیشتر اینجا براتون مثلا گرووی بوده، کوتلین بود و ماون بوده. اما در اینجا ما میگیم که مثلا اگر شما با جاوا میسازین جاوا رو انتخاب میکنین، با کوتلین میسازین کوتلین انتخاب میکنین، با گرووی میسازین با گرووی. اما ما چون که جاوا کار میکنین جاوا رو انتخاب میکنین. و اینجا اسپرینگ بوت ورژنی که کار میگیرین کدام از ورژن های مختلف شه براتون آورده، مثلا اون ورژن دیفالت که خود 3.0.2 است انتخاب میکنین. یک ورژن چی است؟ LTS است، Long Term Support. و بعد از او چیکار در اینجا چی است؟ متا دیتا پروجکت است، معلومات درباره پروجکت. گرش قبلا یار برتون از قسمتایش گفتیم. اولین چی است؟ گروپ است. مثلا معمولا در گروپ چیکار میکنیم؟ ما معمولا میایم .com مخفف کمپانی است و نام کمپانی خود نوشته میکنیم. مثلا ما در اینجا داریم به نام رنگین اضافه میکنیم به نام رنگین کام دات رنگین. و اما گروپ آی دی و آرتفکت آی دی قبلا برای شما در میون در ریپوزیتوری ها گفته بودم. پس چی از این گروپ آیدی هست و چی از آرتفکت آیدی هست؟ معمولا چی میکنین شما؟ نام پروژکت تانه در این اضافه میکنین. مثلا ما بیاییم در این یک پروژکت میسازیم به طور مثال به نام امپلای، مثلا امپلای سیستم، به خاطر کارمندا میخواییم که معلومات کارمندا رو دیگه ثبت کنیم. اینجا چی کار میکنین؟ اضافه میکنین ده. و اینجا ببینید نیم هم چی کار شد؟ همی آرتیفیکل آیدی رو به خود گرفت. آل نام پراجکت هم معمولا مجموعی چی است؟ مجموعی آرتیفیکل آیدی و گروپ آیدی است. این یک دسکریپشن است اضافه میکنیم. دیمو پراجکت فار اسپرینگ، یا ما اضافه دیموش دور میکنیم. ما میگیم پراجکت یا اسپرینگ بود پراجکت فار امپلای سیستم.
ولی ببینیم که پکیج نیم ما چی است، کام دات رنگین دات امپلای سیستم که مجموعه هر دوی این مورد است. خب پکیجینگ را میگه چی انتخاب میگه پکیجینگ چی است؟ پکیجینگ زمانی که شما پروژکتتان ساخته شد خلاص شد کد تان میخواین دپلای کنین. دپلای یعنی به چی معنا؟ در سرور اضافه میکنین که مردم بیرونی از او استفاده کنند. چون در خیلی فعلا لوکال از در سیستم های شما یا در سرور داخلی کمپانی هستند. به خاطر اینکه پابلیک به او اکسس پیدا کنه چی کار میکنین؟ شما باید تو خود امی اپلیکیشن تان در اونجا هاست کنین و پیش از او چی کار میکنین؟ پروژکت را که ما دیگه میسازیم باید پکیج کنین. ما انتخاب میکنیم جار یا وار، ما انتخاب میکنیم جار و این قسمت انتخاب میکنیم جاوا. ما اینجا انتخاب کردیم که لنگویج ما باشه. اینجا میگه کدام جاوا، کدام ورژن، جاوا 19 میگیریم، جاوا 17 میگیریم، 11 یا 8. ما میگیم 17 درست است فعلا، اما دیفالت انتخاب میکنیم. مورد قبلا هم خوانده بودیم شما مورد دیپندنسیا را، ما به بعض دیپندنسیا ضرورت داریم. پس چی هست در اینجا؟ یکی از اونها در مورد که البته میتونیم اضافه کنیم در یک قسمت از اینجا کار میگیریم. مثلا ما چند دیپندنسی را ضرورت داریم به خاطر پروژکت خود. مثلا انتخاب دارم، من ضرورت دارم اسپرینگ بوت، دف تول ضرورت دارم، یکی دیگه که ضرورت دارم لامباک را ضرورت دارم. مثلا میخوایم که وب چون میسازم رسپول سرویس میسازم، پس ما وبم ضرورت دارم. به می شکل مورد دیگه که البته ضرورت داریم دیتابیس، میخوام با دیتابیس کنکت شیم، پس ما مای اسکیول ضرورت دارم، میخوام دیتابیس مای اسکیول کار بگیرم. ما میخوایم از جی پی کار بگیرم، به خاطر چی؟ به خاطر موارد پیج بورد، موارد دیتابیس، یا به خاطر مپینگ اینا. پس انتخاب میکنم جی پی، جی پی را برای ما اضافه کرد. به می شکل هر کدام یا هر البته دیتایی که البته ضرورت دارین چی کار میکنین در این رپوزیتوری که ضرورت دارین اینجا نوشته میکنین، تمام لیستش در این قسمت است. پس ما میگیم فعلا ما قدر کافی است برای ما. زمان که پروژه تان ساخته شد در آخر چی کار میکنین؟ اینجا اگر میخواین که یک بار چک کنین مواردش، انتخاب میکنین مکمل موارد مربوط به پروژه تان نشان میدم. این فایل پام فایل ماست، یک قسمت مون و رپر و تمام معلومات و یک فولدر اس ار سی ما اینجا میتونید ببینید. اما ما میگیم نه، ما میخوایم مستقیم پروژه خود بسازیم. مطمئن هستیم که معلومات درست است. اینجا جنریت کلیک میکنیم، پروژه برای ما چیکار میشه؟ ساخته میشه. خب پروژکت دانلود میکنه در قالب زیپ فایل. زمانی که زیپ فایل انتخاب شما زیپ فایل باز میکنین و پروژکت تان کپی میکنین. من یک پروژکت دارم در یک فولدر عمومی اسپرینگ پروژکت، یک قسمت آمده و در این چی کار میکنیم؟ میری اضافه میکنم به نام امپلای سیستم، این پروژکت اضافه شد. حالا چی کار میکنم؟ مهم در خود انتلیجی را باز میکنم. خب این قسمت میام اینو فایل انتخاب میکنیم، امو موقعیتی که پروژکت ما در او موجود است. اینجا میایم مثلا سپرینگ پروژکت داریم به نام امپلای سیستم بود، پیدا میکنیم که امپلای سیستم به کجا است. خب ای آمد انتخاب میکنیم اشا اوکی، و اینجا میگه تراست میکنیم بالای پروژکت، میگه بالای تراست دیس پروژکت دن ایون دو یا دیس ویندو، میگه نیم ویندو باز کو. باز شد آمد. اما موردی قبلا ما شما خوانده بودیم تمامی، چون که مون پروژه دو فولدر هست که ما و این همچنان قسمت موارد اکستنشن ها و خیره و اکستنشن لایبرری که اگر در پروژه داشته باشین تمامی شده میبینین که لود شده میره، فایل خود جنریت کرده میره و دانلود کرده میره، چند لحظه رو در بر میگیره. خب زمانی که اینجا تاک لود شد فایل های ما، مثلا فولدر جاوا داریم، فولدر جاوا به خاطر چه ساختن فایل های اساسی یا تمامی کلاس هایی که ضرورت داریم. پس ما تمامی موارد مربوط به پروژه خود در این اضافه میکنیم. فولدر تست ما به خاطر چی است؟ که ما بعد از تست کیس هایی که میسازیم به تمامی فایل ها که در اینجا اضافه میکنیم از این قسمت البته کار میگیریم. و قسمت دیگه که البته داریم که بخش پام دات اگزمل فایل است، به خاطر دیپندنسی است. مثلا دیپندنسی که پیشتر ما انتخاب کردیم ببینید در این تمامی از این چی کار شده اضافه شده. مثلا ما دیتا جی پی انتخاب کردیم، جی پی اضافه شده، وب انتخاب کردیم، استارت اپ وب انتخاب شده، دف تول انتخاب کردیم ببینید در این اضافه شده، به می شکل جی کنکتر مای اسکیول کنکتر جی انتخاب کردیم اضافه شده، لامباک انتخاب کردیم اضافه شده، به می شکل تست و موارد دیگه. و این زمان بالای تست اگر بیایم کلیک کنیم چی کار میکنه برای ما؟ برای ما موارد مربوط به جی یونیت یارا نشان میده. اینجا اگر بیایم در این قسمت استارتر و تست و آدیو کنفیگریشن و پات و غیره اینجا بیایم ببینید در این قسمت جی یونیت جوپیتر در اینجا برای ما اضافه شده و همچنان چی هستک؟
موکیتور همچنان در خود داره پیش از پیش. ما ضرورت نداریم که جدا اضافه کنیم. شب گذشته بر شما مورد موکیتور را گفته بودیم که موکیتو چی است. پس در اینجا در خود البته داره می شکل موکیتو جیون جوپیتر در خود داره. تمامی از اینا در این قسمت اضافه شدن. حالا فعلا چی کار میکنیم؟ ببینیم در این یکسان لایبراری بریم و در اینجا تمامی لایبراری اکسترنال را اینجا دانلود کرد و اضافه کرد. خب گفتیم یک اپلیکیشن چندین بخش داره یا چند لیر ساخته میشن. یکی از اونها چی هست؟ کنترلر است. پس به او خاطر ما چی کار میکنیم؟ میایم اول شروع میکنیم از داشتن لایه کنترلر و یا یکی که پیش بیا تا کنترلر را بسازیم، میخواهیم که بسازیم که می تیبل را که ما کار میگیریم و تیبل ما چی چند مورد البته را در خود داشته باشه. مثلا چون امپلای است، امپلای میخواهیم که امپلای آی دی اضافه کنیم، مثلا امپلای نیم اضافه کنیم، فون نمبر اضافه کنیم و ایمیل اضافه کنیم و میشن هر قدر معلومات شما خواسته باشین زیادتر هم میشه ایده بسازیم. پس ما در این اول کاری که البته میکنم برای هر کدام از اون فولدرها جداگانه میسازیم، چرا فایل منیجمنت ما درست باشه. تمامی کلاس هایتان در یک فولدر مثلا در بین فولدر اضافه نمیکنین، چرا بعدا با مشکل مواجه میشین. پس او خاطر باید بر هر کدامش فولدرهای جداگانه داشته باشین. اینجا میایم انتخاب میکنیم پکیج و در اینجا مثلا پکیج اول ما چی باشه، مثلا میگیم به نام انتیتی باشه، چرا که انتیتی هسته که انتیتی یعنی همو کلاسایی که ما میخوایم مپ کنیم با دیتابیس خود. اینجا فولدر انتیتی، فولدر دیگه که البته داریم فولدر کنترلر است، اینجا اضافه میکنیم تا کنترلر. اینجا کنترلر ساخته شد و میشه که فولدر دیگه که البته میسازیم به خاطر بزنس لاجیک ما اضافه میکنیم به نام سرویس، اینجا ساخته شد و میشه که دیگه که البته ضرورت داریم باز ریپوزیتوری لیر است، اینجا اضافه میکنیم به نام مثلا ریپو زیتوری به شکل اضافه میکنیم اینا را. خب حالا زمانی که ساخته شد به خاطر انتیتی چی کار میکنیم؟ مثلا ما یک تنها یک تیبل میخوایم در اینجا بسازیم، پس میگیم کلاس و انتخاب میکنیم به نام امپلای است، میگیم امپلای به نام امپلای است، به نام امپلای میسازیم تیبل. این البته تیبل ما چی کار شد؟ در اینجا ساخته شد. آله به خاطر چی کار داریم؟ ما بعضی انوتیشن ها را خوانده بودیم در قسمت جیونت بر شما گفته بودیم که انوتیشن ها چیه، در قسمت البته تستینجی هم چنان گفته بودیم اسپرینگ و اسپرینگ بوت هم چنان از انوتیشن های خود دارن به شکل مثلا اسپرینگ دیتا جی پی ای از انوتیشن های خود دارن. خب زیاد سر از اون نمیپیچیم، من تنها مثلا اضافه میکنم انتیتی به خاطر انتیتی به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه ما مشخص کنیم که یک تیبل است، یک انتیتی است که میخوایم میره مپ کنیم با دیتابیس خود. مثلا دیتا داریم میره اضافه میکنیم، بعد این مربوط به لامباک میشه که ما معمولا ضرورت دی داشته باشیم که گیتار و ستر به خاطر تمام پراپرتی های یعنی کلاس بسازیم. پس به خاطر از اینکه ضرورت به او پیدا نکنیم ما چیکار میکنیم؟ دیتا اضافه میکنیم. مثلا ما ضرورت داریم که کنستراکتور کلاس بسازیم، پس ما یک کنستراکتور مثلا فول آرگومنت یا با آرگومنت میسازیم و یکی بدون آرگومنت میسازیم. پس مثلا چون که لامباک استفاده میکنیم ضرورت به ساختن نداریم، اضافه میکنیم اول کنستراکتور به می شکل نو آرگومنت کنستراکتور هم اضافه میکنید، چرا که ضرورت به ساختن کنستراکتور بدون آرگومنت هم نداشته باشیم. زمان تمرین ساخته شد و یک مورد دیگه داریم تیبل، اگر میخوایم نام تیبل تغییر بدیم، یک نام نام کلاس ما مثلا امپلای است، میگم نام کلاس چی باشه، مثلا باشه تی بی ال امپلای به شکل و در قسمت هم نیمه چون که نیم است برش اضافه میکنم که نیم این نام تیبل ماست. خب فیلد هایی که ضرورت داریم در کدام است؟ مثلا داریم یک فیلد مثلا پرایوت، مثلا پرایوت لانگ میگیریمش، لانگ آی دی، چرا یک آی دی ضرورت داریم اضافه میکنیم برای آی دی. به این شکل یک فیلد دیگه که البته ضرورت داریم مثلا پرایوت نام ضرورت داریم، پرایوت استرینگ نیم اضافه میکنیم اش نام امپلای. دیگه که البته ضرورت داریم مثلا پرایوت مثلا استرینگ رو میگیریم اش، چرا با سمبول اضافه میکنیم، مثلا میگیم که فول. به این شکل و یک والیو دیگه که اضافه میکنیم، اضافه میکنیم پرایوت ایمیل، ایمیل ما چی است؟ استرینگ است، پس ایرم استرینگ اضافه میکنیم، مثلا میگیم ایمیل. ای اضافه شد در اینجا. خب تمام اینا ساخته شد و ایرم میخوایم که منیس پرایمری کی تعیین کنیم، پس میایم در این قسمت برش اضافه میکنیم آی دی و همچنان خب میگی از پرسنسن جی پی کار میگیره، خیر ای در اینجا اضافه و یک مورد دیگه اضافه میکنیم که همی آی دی خودش رو جنریت کنه، انتخاب میکنیم جنریت والیو، استراتژیشن برش انتخاب میکنیم که جنریشن تایپش باشه آیدنتیتی، این انتخاب شد و ای آی دی را به این اندازه طویل نباید بر ما بیاره. من اینجا میایم و آی دی انتخاب میکنم شد درست شده. خب فعلا زمان کی ساخته شد ای در این قسمت آمد، میایم چی کار بکنیم؟ فعلا ما میخواییم که بیایم با استفاده از این موارد مثلا لایه دوم را بسازم
لایه چی باشه؟ لایه دیتابیس ما باشه، یعنی ریپوزیتوری لیر ما باشه. اینجا میایم چی کار میکنم؟ بر از او انترفیس میخوایم بسازیم، چرا که اکستن میکنم انترفیس جی پی را. چرا ما از جی پی کار میگیریم؟ به خاطر موارد ارتباط با دیتابیس ما. پس اینجا ما میایم انتخاب میکنم امپلای است به نام امپلای ریپوزیتوری، ریپوزیتوری به این شکل ساخته شد. حالا چون کی مربوط ای است اکستن میکنم ایده جی پی ریپوزیتوری را. جی پی ریپوزیتوری نه اول دو پارامتر از ما میخواید، چون کی جنریک تایپ والیو میخواید از ما. پارامتر اول ما کاست عبارت نام تیبل است. نام تیبل ما میگیم چی است؟ به نام امپلایی است. اضافه میکنیم امپلایی، متوجه بشید که دقیق امپلایی را انتخاب کنیم. ببینید که از کجا مرا میگم، از کام دات رنگین دات امپلای سیستم دات انتیتی، چون در بین فولدر است. ایده میگیره انتخاب میکنیم. پارامتر دوم ما چی است؟ آیدی تیبل انتخاب میکنیم. او فیل تیبل که من آیدی یا پرایمری کی تعیین کردیم، کدام فیل تعیین کردیم؟ آیدی را. پس ما میایم چی کار میکنیم؟ در اینجا برازی آیدی را اضافه میکنم. آیدی در اینجا اضافه شد. خب میبخشید آیدی را اضافه کنیم. تایپش هم میخوایم اضافه کنیم در اینجا. تایپش چی هست؟ لانگ. اینجا اضافه کردیم. عالی، ساخته شد. و ایرا منوتیت میکنیم شد با چی؟ با لیه ریپوزیتری به شکل. خب زمانی کی البته ساخته شد، مورد دیگه که البته ضرورت داریم چی هست؟ مورد ساختن لایه کنترولر ماست. پس ما میایم در اینجا کنترولر می سازیم. کلاس مثلا می سازیم به نام امپلای کنترولر، اینجا اضافه کردیم. زمانی کی ساخته شد، و چون که ما می خواهیم که رست ای پی آی بسازیم، پس ما میایم رست کنترولر را در اینجا می سازم. رست کنترولر، و به خاطر از اینکه خب فعلا هم قدر کافی است، اینجا ساخته شد. حالا میایم مورد دیگه که البته میگیریم، چرا که ما استفاده میکنیم از چی؟ از سرویس لیر خود در اینجا استفاده میکنیم. پس ضرورت داریم به چی کار کنیم؟ که باید او رو انجکت کنیم در اینجا. پس به او خاطر به میایم چی کار میکنم در اینجا آمده، به خاطر سرویس خود یک انترفیس میسازم تا تعریف کنم لاجیکا رو، به خاطر و تا تمامی ابستراکت متدای از و به خاطر لاجیکش باز یک امپلیمنتیشن کلاس می سازیم. این جامده انترفیس و انتخاب میکنیم که امپلای سرویس. این انتخاب شد و اینجا میاییم و این البته ساخته شد کافی سبق قدر. مورد دیگه که البته اضافه میکنیم اینجا به خاطر کمی، چون انترفیس از انترفیس ضرورت داره به امپلیمنت کردن، پس اینجا میایم کلاس می سازم امپلای سرویس به نام ایم. ولی در این کلاس هم فایل امپلای سرویس یا انترفیس امپلای سرویس ها امپلمنت میکنیم. اینجا میم امپلمنت امپلای سرویس در اینجا اضافه شد و در این قسمت آمد برای ما. خب حالا فعلا چی کار میکنیم؟ ما میایم اول از کنترولر شروع میکنیم. شما مثلا هر کس، هر دیولپر از خودم و سیستم کاری خودم می داشته باشه که با اساس مو کار میکنه. بعضی کسا اول میرن بزنس لاجیک خود نوشته میکنن، بعضی میرن در کنترلر و این پوینت های خود مشخص میکنن. بعضی کسا چی کار میکنن؟ اول کنترلر نوشته میکنن، بعضی میرن در بزنس لاجیک. من معمولا کنترلر رو بار بر شما اول شروع میکنم. خب در مورد که اضافه کردین این رو منوتیت کنین، چون که سرویس لیر هست با سرویس. بعد میرن در کنترلر، کنترلر رو باز میکنیم، این اضافه شد. ما ضرورت داریم فعلا چی کار میکنیم؟ اولین موردی که البته داریم میمو مثلا یک این پاینت می سازیم. این پاینت اول ما چی باشه؟ این پاینت اول ما به خاطر ازی است که ما می خواهیم که مثلا یک پوست ای پی آی بسازیم. پوست ای پی آی به خاطر چی است؟ به خاطر ازی که ما بتونیم دیتا را، دیتا ایمپلای را در دیتابیس ثبت کنیم. به او خاطر چی کار میکنم؟ ما در اینجا می مثلا میگیم پابلیک مثلا واید میگیرم، اش پابلیک واید سیف ایمپلای با نام یک نام برش میتم سیف ایمپلای. و در اینجا می خواهیم که دیتا رو در این ثبت کنم. پس در اینجا ما اضافه میکنیم که ریکوست بادی رو اضافه میکنم برازی ریکوست بادی. والیو از کجا می خواهی بگیری؟ کد از کدام تیبل البته می خواهی والیو ایت بگیری؟ والیو که البته می خواهیم بگیرم از اینجا، از تیبل چی هست؟ تیبل امپلای. در کدام تیبل اضافه میکنیم؟ اینجا میایم اضافه میکنیم امپلای و در اینجا آمده. پیل می خواهیم والیو رو ثبت کنیم. به خاطر از اینکه ثبت کنیم او میتودی که یا میتودی که یا لاجیکه که این دیتا رو ثبت میکنه در کجا گفتیم است؟ در خود امپلای سرویس می باشه. پس به او خاطر چی کار میکنیم؟ میایم در اینجا اونمو لاجیک رو اضافه میکنیم. خب ما اول چی کار میکنم در اینجا؟ باید به خاطر از او به این کلاس از اکسس داشته باشیم. کمو در کجا هست؟ پس ما میایم این اینترفیس را میسازم ابجکتش، مثلا میگم پرایوت
Jak fajna la mesa di bajo tres di castagido da nato la ira en play sarves en play sarves in sta octashot ole chunki bibin da ninja al kibayim chi mega mega variable en play sarves might not have been initialized chur initialized nashuda ba o khater chi kar mikonim ya mitanim chandin navish استفاده میکنیم تا بتانیم با values دسترسی داشته باشیم. یکی از اونا چی است؟ استفاده از constructor است. مثلا ما یک کانسپت داریم در پروگرامینگ معمولا اگر اسپرینگ چون که بحث میکنیم در اسپرینگ به نام dependency injection. dependency injection چی است؟ انجکت کردن بعض موارد یا گرفتن با استفاده چی کار میکنیم؟ ما بعض موارد مربوط به یک آبجکت را در آبجکت دیگه انجکت میکنیم یا در او اضاف میکنیم یا به او روان میکنیم یا مفرستیم و ای به خاطر دپندنسی به خاطر می دسترسی پیدا کردن به می دپندنسیا ما روشهای مختلف داریم. یکی با استفاده از کنستراکتور کلاس است، یکی با استفاده از ستر می ساختن ستر میتود است و یکی استفاده از چی ادنتیشن است. بعد ما به خاطر سادگی کار خود میتونیم یک روش بیاییم اینجا چی کار کنیم. اینجا میایم ما یک انوتیشن داریم به نام اتوایر. زمانی که اتوایر اضافه میکنیم این چی کار میشه؟ خود از اتوماتیک او رو برام میسازه. اتوماتیک برام چی کار میکنه؟ او رو اضافه میکنه. لازم میگه کانستراکتور بساز. خب خیر. و یک روش دیگه که البته داریم به خاطر از اینکه از اتوایر مصرف نکنیم خودش اتوماتیک بسازه ما دوباره لامبا کار میگیریم. و اون چی هست؟ میگیم نو آر کانستراکتور. حتی ضرورت بیام نمیشه که ما بیایم دوباره باید از استفاده کنیم. ولی به خاطر از یک ما بتانیم از ایده کار بگیریم در اینجا یکی میگه خب من میگم اول ای بار از ات کنستراکتور انشیالایز کنستراکتور ما بعدی کنستراکتور فعلا اضافه میکنم. آره فعلا ساخته شد. خب حالا من میایم یک کار میکنم خیلی تیر بعد چک میکنیم شد دوباره. خب حالا فعلا چی کار میکنیم؟ من میایم در اینجا فعلا میخوایم که در امی قسمت ما چی کار کنم میتود خود بسازم. به او خاطر آمده دوباره از امی امپلای سرویس استفاده میکنیم. امپلای سرویس را کدام میتود را درش کال میکنم؟ میگم اینی میتود در چرا میتود بعدا ما باید بسازیم. این البته اضاف شد. حالا چی کار میکنیم؟ ابجکت امپلای را برش در این قسمت اضاف میکنیم. این میتود چی است؟ و به خاطر مشخص بسازیم که پست میتود است اضاف میکنیم انوتیشن چی را؟ انوتیشن پست را پست مپینگ برش اضاف میکنیم. و به خاطر از این زمان که شما میخواین این کنترلر تون بسازین یک انوتیشن دیگه که به خاطر ریکوست ها مپ کنیم به این کنترلر که یعنی در کس ریکوست رو میکنه بیای به اینجا و بعد از اینجا منیج شوه چی کار میکنیم در اینجا ما چی داریم به خاطر تمامی رو ببینیم به این اندازه ما انوتیشن های مختلف البته داریم مثلا ریپوزیتوری از جنریتد والیو است جنریتر سال کنستراکتور گیت مپینگ گیت ریکوست پارام پت وریبل به می شکل ریسپانس استاتوس ریکوست مپینگ ریکوایرد کنستراکتور با ما به شکل لاگ فور جی و به شکل ای طرف بیاییم بینز و ترانزکشنال و بسیار انوتیشن ها داریم. پس ما در یکی از اونا رو چیکار داریم؟ اینجا میگیم ریکوست زمانی که میگه ایره مپ کو بر ما ریکوست مپینگ رو براش انتخاب میکنیم. خب می میتونیم برای یک آدرس هم تعیین کنیم که آدرس مثلا چی باشه به نام امپلای هست میگم به نام امپلای بانیشه یا تا مثلا شما به خاطر از چون که API هست اینجا میتونید که ذرا آدرس یا یو آر ال شما منظم تر بسازید میگین API سلش امپلای API است مربوط به چی به امپلای ها والا فعلا این پست مپینگ شد. و اگر میخواین گیت بسازین چیکار میکنین؟ دوباره میخوایم دیتا را گیت کنیم از دیتابیس و او را با استفاده از لیست کنیم. مثلا با چند دور دیتا را میتونیم بگیریم مثلا میتونید دیتا تمامی یوزر ها را بگیرین یا تنها یوزرهای را به اساس آیدی شان بگیرین یک یوزر مشخص را مثلا میایم تمامی یوزرها رو اول انتخاب میکنم در اینجا میگم پابلیک البته لیست انتخاب میکنیم براش چون که دیتا رو میخوایم یوزرها رو تماشا لیست کنیم لیست کدام دیتا کدام یوزرها در کجا هست تیبل داریم یا تایپش انتخاب میکنیم امپلایی چرا کس بر بوده تیبل امپلایی است کاستم تایپ داریم و اینجا خود کلکشن هم اضاف کنیم اینجا میایم انتخاب میکنیم امپورت میکنیم کلاس از java.utils و نامش هم چی باشه مثلا get all employees نام میتود ما باشه. اینجا انتخاب شد. زمانی که انتخاب شد یک قسمت میاییم انتخاب میکنیم که employee service dot چی باشه نامی می میتود که البته داریم این میتود و یک میتود دیگه مثلا میخواییم بسازیم و خب اینجا چون که return هست میگه return کنیم پس میاییم در اینجا return نامی کنیم یه return شد.
یک مورد دیگه داریم، مثلا امپلایر را میخوایم بر اساس آیدیشان لیست کنیم، پس ما میایم در این قسمت میگم پابلیک به طور مثال بر اساس آیدیشان انتخاب میکنیم پابلیک واید گیت امپلای بای آیدی، یک نام برش میتونم اینجا اضافه شد و میخوایم که آیدی را خود مشخص بسازیم که باید آیدی را فورس میکنیم یوزر را که اضافه کنه، من انتخاب میکنم از پت وریبل و در اینجا آمده نوعیت چی باشه آیدی، ولی خود از کجا بگیره؟ بگیره از لانگ آیدی که البته داره و اینجا انتخاب میکنیم چون گیت مپینگ هست، گیت مپینگ برش انتخاب میکنیم و در اینجا آمده پارامترش البته چی هسته؟ از به نام آیدی به شکل و یا گیت مپینگ هست، بعد از این گیت مپینگ اضافه میکنیم چون پارامتر چون تمام امپلایر رو میخواییم پس این پارامتر ضرورت نداره گیت مپینگ یا بعد از این اضافه شد و در اینجا آمده به این شکل این انتخاب میکنیم. خب بادیش نگه تعریف نکردیم، اینجا بادیش آمده در این قسمت میتود چی باشه؟ میتودش البته باشه سر امپلای سرویس، سرویس دات گیت امپلای بای آی دی این میتود است. اینجا اضافه میکنیم، اینجا میگه چی رو برش تعیین میکنیم، میگم آی دی ده آی دی در اینجا تعریف شد و یه اضافه شده اینجا. خب زمانی که اینجا اضافه شده حالا چی کار میکنیم؟ این میتودا رو باید بسازیم، مثلا یک رای یک شارکت که خود انتلیجی داره اینجا بیان سرش کلیک کنیم، اینجا برتون میگه create employee service and employee service، در employee service میخوایم میگه بله، در employee service چی کار شد؟ اون رو بر ما ساخت و میشه که اگر برای دیگه خواسته باشیم بسازیم چیکار می دوباره اینجا کلیک میکنیم، چی خودتان بیان جداگانه در اینجا تعریف کنین یا به این شکل شارکت کار بگیرید کارتون ساده تر و آسان تر شود. اینجا ساخته شد و می شکلی قسمت نیم انتخاب میکنیم این بر ما ساخته شد و اینجا مثلا به خاطر اینکه بتونیم اکسس پیدا کنیم معیار تبدیل میکنم اکسس مودیفایر پابلیک برشان اضافه میکنم پابلیک وای مثلا شکل پابلیک لیست و به شکل چون که این انترفیس از کلاسی که ایمپلمنت کرده باید این میتود رو ایمپلمنت کنه. اینجا میگه یک پرابلم از در اینجا زمان سرزی بیاین کلیک کنید اینجا چیکار میکنه براتون میگه ایمپلمنت methods میتود هایی باید ایمپلمنت شوه کدام میتود هایی میتود هست یک سیف ایمپلای گیت آل ایمپلای گیت ایمپلای بای آی دی. خب به این اساس میام انتخاب میکنه میره یه البته ساخته شده در اینجا آر اینجا چون که سرویس لیر از اینجا لاجیک را نوشته میکنه دوباره به خاطر لاجیک نوشته کردن ما ضرورت به چی داریم؟ ضرورت داریم به چون که مثلا دیتا رو میخوایم که مپ کنیم با دیتابیس و اینا پس ما ضرورت داریم به خود دیتابیس لیر که برای پوزیتری لیر باشه. اینجا انتخاب کرده میگم نام ریپوزیتری لیر ما چی است؟ امپلای ریپوزیتری در اینجا ساخته شد و حالا ضرورت داریم به این انتخاب کنیم. اینجا میایم دوباره انتخاب میکنیم که نوار کانستراکتور و برای اینجا بر ابجکت ازیر بر ما ساخت. حال زمانی که ساخته شد حالا میایم چیکار میکنم میرم مپ میکنم به خاطر سیف کردن دیتا یک روش بسیار ساده انتخاب میکنم براش زیاد مغلق نمیسازم شو ما اینجا انتخاب میکنم که چیکار کنه در اینجا بیا اینمی امپلای ریپوزیتری دات یک میتود داره در خود جی پی بنام سیف کنه چی را سیف کنه امپلای را سیف کنه اینقدر ساده و در اینجا این لاجیک باید بسیار منظم باشه و در اینجا چون که کار ما با او ما به دیولپمنت کار نداریم پس ما میایم تنها میخوایم که چی کار کنیم این یک از ساده ترین روش کار بگیریم و به خاطر لیست کردن هم انتخاب میکنیم امپلای ریپوزیتری دات فایند آل تمام دیتا رو برای ما فایند کنه و در اینجا آمده به خاطر دیگه بای آیدی چی کار میکنیم میگیم که امپلای ریپوزیتری دات مثلا فایند بای آیدی در این البته داره فایند بای آیدی آیدی چی باشه اینی آیدی هست داد چی کار کنه دیتا را گیت کنه تمام ساخته شد. خب این البته ساخته شد حالا باید کدام دیتابیس کار میگیریم ما دیتابیس مثلا مای اسکیول اینجا اضافه کنیم مای اسکیول کار میگیریم پس ما در این قسمت مای اسکیول رو اضافه میکنیم اینجا ببین مای اسکیول ورک بنچ در کامپیوتر خود اینستال دارم اینا باز میکنم خب حالا میرم به وصل میشم پسورد ما میخواید ما پسورد برش دادیم اضاف میکنم انتر خب
اینجا میایم یک اسکیما برازی میسازم، انتخاب میکنیم کریت اسکیما، مثلا برام چی باشه، برام امپلای سیستم بوده پروژکت ما، پس نام دیتابیس خودم امپلای سیستم میمانیم، امپلای سیستم به این شکل اپلای اپلای چینجز، بله اوکی اپلای فنیش، بله امپلای سیستم ساخته شد، امپلای سیستم در اینجا ساخته شد، بله. خب حالا ابقدر قدر کافی هستن، حالا میریم چی کار میکنیم، نام این دیتابیس را با استفاده از امی میخوایم که بیم، و به خاطر از اینکه دیتابیس خود اپلیکیشن خود با دیتابیس فاصل کنیم با مای اسکیول یا دیتابیس دیگه، با چون مای اسکیول کار میگیره مای اسکیول استفاده میکنیم، اپلیکیشن ما پروجکت ما گفتیم چی داره، یک فایل دیگه داره به نام اپلیکیشن پراپرتیز، ما از این فایل استفاده میکنیم به خاطر اضافه کردن پراپرتی خود، چون که ما میایم از خود اسپرینگ استفاده میکنیم، پس اینجا میایم میگیم اسپرینگ اسپرینگ دات دیتا سورس، دیتا سورس دات یو آر ال، البته کجا هست یو آر ال انتخاب میکنیم برش، یو آر ال البته از جی دی بی سی، و بعد از او کالن مای، چون که دیتابیس ما مای اسکیول است پس برش انتخاب میکنیم مای اسکیول. خب پورت آدرسش ابی دیتابیس ما فعلا در کجا است؟ در لوکال سیستم موجود است. اگر شما باز پروژه دارین که در هاست میکنه شما یو آر ال دیتابیس هم در هر سرور کس رو اضافه میکنیم، ما لوکال کار میگیریم پس اینجا اضافه میکنیم شما لوکال هاست، و پورت دیفالت که البته ما اسکیول داره 3306 هست، این اضافه میکنیم، بعد از نام دیتابیس تان اضافه میکنیم، نام دیتابیس ما چی است؟ امپلای سیستم، و میشکل spring dot data source dot url dot equal to gdbc colon mysql colon the forward slash local host و colon خود امو پورت نمبر mysql database 3306 و بعد از او و forward slash نام دیتابیس تان، اینجا اضافه شد، این نام دیتابیس بود، و به خاطر از چون که دیتابیس ما گفتیم یوزرنیم و پسورد هم داره، اینجا چیکار میکنیم، میگیم spring the data source dot در اینجا آمده، مثلا یوزر نیم داریم اضافه میکنیم، یوزر نیم، یوزر نیم البته چی است، ما یوزر نیم در اینجا که اضافه کردیم روت است، معمولا دیفالت خود دیتابیس هم روت میباشه، ما دیفالت انتخاب کنیم در اینجا، دوباره داریم spring dot data source اینه بلکه پسورد، پسورد پسورد که ما اضافه کنیم به دیتابیس خود 1 2 3 4 5 است، شما پسورد داشتین اضافه میکنیم، پسورد باید نباید به هر کس نشان بدین، اونا چرا معلومه خودتون است، اما یک پسورد دمی است که ما مورا نمونه ای اضافه کردیم در دیگه، بعد از البته چی داریم، به خاطر از اینکه درایور دیتابیس اضافه کنیم به او خاطر میایم دوباره همین شکل spring dot data source data source و بعد از او و بعد از چی کار میکنیم درایور داش، چرا برای ما اضافه نکرد، دیتا سورس داش درایور، درایور کلاس نیم ما، درایور کلاس نیم ما البته چی هست، چون که مای اسکیول البته کار میگیریم، پس ما میگیم کام دات مای اسکیول دات سی جی، ما سی جی استفاده میکنم، سی جی دات جی دی بی سی به شکل، مورد دیگه که البته داریم چی هست به خاطر از اینکه مثلا آیا میخوایم که امی دیتا را که اضافه میکنیم هر بار اپلیکیشن را که زمان که رن میکنیم چی کار کنه، دیتا را برام ریپلیس کنه، دیتا نو اضافه کنه، دیتا را دیلیت کنه، من اینجا اپدیت انتخاب میکنم، و شما در اپلیکیشنتون باز اینجا خود شما قانون شما میفهمید که معمولا ما نن میگیریم، چرا اجازه نمیدین که هر بار اپلیکیشن رن میشه دیتای فعلی که داریم در کامپیوتر کاملا چی کار شوه، او از بین بره، وایایی که دیتا رو اپدیت کنیم نظر به پالیسی خود کمپانی باز اون برتون مشخص میشه، ما دوید اینجا چی میکنیم اپدیت میگیریم، یعنی دیتای فیلی کس وا باشن در پالیسی دیتای جدید را بر ما اضافه کنه در زمینه از او بسازه، اسپرینگ با اینجا اضافه آمده اسپرینگ چون که جی پی است، جی پی ای جی پی ای بعد از داری قسمت آمده دیتابیس براش انتخاب میکنیم، دیتابیس دیتابیس و دی دی ال در اینجا است، انتخاب میکنیم دی دی ال شربت چی باشه، برای شما انتخاب میکنیم دیدیل آتوش باشه، مثلا ببینید کریت داریم، میگه کریت دراو، کریت یعنی بساده، کریت اسکیما اند دستروی پریویو دیتا، اسکیما جدید میسازه و دیتا قبلی را کاملا از بین میبره، کریت دراو چی است، کریت اند دن دستروی دی اسکیما، فایل میسازه و بعد فایل براتون دیلیت میکنه،
Ve non-TSDEC Disable DDL Handling. ایچ چی ده کار البته انجام نمیت. اپدیت اپدیت میکنه والدیت والدیت میکنه اما اپدیت انتخاب میکنه فعلا. و بعد از مورد دیگه که البته داریم چی هست اینجا میایم در این قسمت اضافه میکنیم شکل سپرینگ دات جی پی اول دی امی کد رو برام نشون بده مال بیگ ما بله نشون بده تا ببینیم که چی البته انجام میشه. این اضافه شد. خب زمانی که این ای بود اما مواردی که بتونیم اپلیکیشن خود با هم دیتابیس خود کنک کنیم. خب زمانی کی ساخته شد حالا چی کار میکنیم؟ حالا میایم ما میخوایم که اپلیکیشن رو ران کنم ببینیم که واقعا ران میشه نمیشه، اگر میشه چرا خوب خوب، اگر نمیشه چی مشکلات مشکلاتش رو بفهمیم. اینجا میایم اپلیکیشن خود ران میکنیم، میگه لامباک را انیبل کنیم، انیبل کنیم لامباک را. اپلیکیشن ما رن شد. بله اپلیکیشن ما سکسسفولی رن شد و در اینجا ببینید که میگه رننگ دا پورت و هیچ قسمت البته پورت تامکت هست، تامکت ما در 8080 رن شده و اپلیکیشن استارتد امپلای سیستم اپلیکیشن و در تقریبا 9.61 سکند را در بر گرفته. خب حالا اضافه شد، حالا میخوایم که یک چک کنیم ببینیم که واقعا دیتا را بر ما اضافه میکنه، یعنی حالا اگر یک چیز دیگر پیش از اون نشان برتون بتون ببینید ما ران کردیم با نام امپلای بر ما در یک تافیل ببینید تیبل نبوده. حالا اگر من بیام ریفرش کنم تیبل هم ساخته بر ما ببینید تیبلز و اینجا اگر بیاییم به نام تیبل امپلای نام تیبل ما ساخته شده. اگر قسمت هم روش انتخاب کنیم اینجا بیام بر ما نشان میده ایدی ایمیل نیم و فون نمبر بر ما دیتا نداره.